با درودهای گرم خدمت همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سرتاسر جهان، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا میکنم با کارگردانی آقای امیر و با حضور جناب آقای امینی، آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. آقای امینی عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون. درود بر شما. امیدوارم که 13تون به در شده باشه. هر روی چاره‌ای جزئی نداشته که به در بشه. آقای امینی، ما امروز قصد داریم که از شما در باب اعتماد السلطنه پرسش‌هایی بکنیم. یکی از شخصیت‌های جالب از لحاظ اینکه یادداشت‌های تاریخی عصر ناصرالدین شاه رو یادداشت کرده به عنوان مترجم. در این برنامه همیهنان گرامی افزون بر بررسی های رویدادهای مهم تاریخی ایران، ما هر از چندگاه به بررسی زندگی و جایگاه یکی از شخصیت های دوران مدرن ایران میپردازیم، به ویژه شخصیت هایی که شاید کمتر شناخته شده باشند و ایرانیان و به ویژه نسل جوانتر آگاهی های درستی از آنها نداشته باشند. هدف از این بررسی ها نیز بیشتر این است که در پرتوی آشنایی با این شخصیت ها زاویه های تاریک تاریخ گذشته روشن شود. هفته پیش در برنامه چهره ها و گفته ها که آقای امینی میهمان برنامه بودند، ایشان اشاره گذرا کردند به محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، وزیر و دبیر و همراه ناصرالدین شاه قاجار که بیش از 22 سال در سفر و در حضر در کنار پادشاه بود و جریان سیاست روز و دستبندی های درباری و توطئه ها و خلقیات سلطان صاحب قران آگاهی داشت و آگاهی میداد. امروز همان گونه که گفتم برنامه را به شناسایی این شخصیت اختصاص دادیم، به ویژه و با توجه به اینکه در آن برنامه چهره ها و گفته ها آقای امینی فرمودند که برداشت عمومی منفی که از اعتمادالسلطنه به جای مانده نادرست است. جناب آقای امینی، بفرمایید که میرزا محمد حسن خان اعتمادالسلطنه از چه خانواده‌ای برخاست؟ آیا پیوندهای شاهزادگی داشت و از چه آموزشی برخوردار شده بود؟ محمد حسن خان اعتمادالسلطنه که البته در 10 سال پایانی زندگی لقب یا برنام اعتمادالسلطنه را گرفت، از یک خانواده نام‌آور آذربایجان به پا خواسته که خیلی ها از بزرگان سیاسی و حتی فرهنگی ایران در این 200 سال گذشته از این خاندان گسترده مقدم مراغه‌ای بیرون آمدند. اینها خانواده مقدم مراغه‌ای بودند، اصلا اهل مراغه و شاخه‌های زیادی این خانواده داشت. پدر ایشان حاجی علی ناظر که چندین لقب یا چندین فرنام هم پیدا کرد، ضیاءالملک و سرانجام هم اعتمادالسلطنه، ولی بیشتر تاریخ پژوهان و نویسندگان او رو با لقبی میشناسند یا با فرنامی میشناسند که بدنامی او رو گواهی میدهد، یعنی حاجب الدوله. او در دوران احمد شاه از چشم پادشاه افتاد و به حالت تبعید، یعنی پدر اعتمادالسلطنه‌ای که درباره‌اش صحبت می‌کنی محمد حسن خان، رفت به عراق امروز و سپس در دوران ناصرالدین شاه بازگشت و خیلی مورد توجه مادر ناصرالدین شاه مهدولیا قرار گرفت و یکی از افراد حاجب او، نزدیک او شد. نام‌آور شدن پدر اعتمادالسلطنه از این روز که در اون شبی که ناصرالدین شاه میگویند مستانه فرمان کشتن امیرکبیر رو
صادر کرده، این فرمان رو به حاجب الدوله داده و حاجب الدوله رفته و همراه با علی خان نایب فراشخانه که آدمی بود که میرغضب کشتن امیر کبیر بود، همان بامداد آفتاب نزده راهی کاشان شدند و کار امیر کبیر رو یکسره کردند. این آدم پدر اعتماد السلطنه است. خود او هم اعتماد السلطنه لقب گرفته بود، ولی خب این لقب سرانجام به فرزند رسید، به همین محمد حسن خان. از این رو پیوند شاهزادگی نداره، ولی پشت در پشت اینها در دربار کار میکردن. البته این پدر یعنی خود حاجب الدوله از جای خیلی پایینی برخواسته، یعنی از خانواده های زمیندار اون زمان، با اینکه بسیاری از خاندان مقدم مراغه اینها از زمینداران بزرگ بودن، ولی به نظر می آید که او از شمار اشراف این خاندان نبوده و از پایین جامعه، از کار پایین درباری شروع کرده و سرانجام به جایگاهی رسیده که ناصرالدین شاه به او اعتماد می کند و فرمان کشتن امیر کبیر رو به دست او می دهد. خود اعتماد السلطنه‌ای که مورد گفتگوی ماست، یعنی محمد حسن خان، که پیش از اعتماد السلطنه شدن فرنام سنیع الملک رو داشته، در برخی از نوشته ها هم دیدم به نادرست میگویند سنیع الدوله، ولی سنیع الملک بوده، چهارمین فرزند این علی خان هست، فرزند این حاجب الدوله که دربارش سخن گفتم، و در تهران زاده شده نه در مراغه، و از نخستین کسانی است که وارد دارالفنون شده، یعنی پس از اینکه فرمان دارالفنون صادر شد و دارالفنون رو ساختند، او از 6-7 سالگی وارد دارالفنون شده و 12 سال در دارالفنون درس خوانده، یعنی تا پایان کار در دارالفنون بوده و سپس همونجا هست که به زبان فرانسه آشنایی پیدا میکنه و راهی پاریس میشه. بنا بود که 2 سال در پاریس بمونه، 4 سال در پاریس میمونه و در اونجا افسون بر اینکه زبان فرانسه رو خیلی روان یاد میگیره، با زبان انگلیسی هم آشنا میشه و چندین زبان دیگر رو هم یاد گرفته بوده و آدم بسیار با استعداد و باید گفت از شمار نخستین روشنفکران ایرانی اون دوران به شمار می آمده و خیلی و پس از بازگشت برای دوره کوتاهی حتی فنون نظامی یاد میگیره و گویا رفتنش در پاریس هم، یعنی پس از دارالفنون رفتنش هم در پاریس به عنوان یک دستیار نظامی سفارت ایران بوده و با این عنوان در واقع در اونجا میره، در 20 سالگی به عنوان وابسته نظامی سفارت ایران در پاریس زندگی میکرده و 4 سال تا 24 سالگی در پاریس بوده و پس از بازگشت به دلیل آشنایی به زبانهای فرانسه و انگلیسی مترجم ناصرالدین شاه میشه و این روابط از این به بعد دیگه شروع میشه، چون ناصرالدین شاه به هیچ زبانی جز زبان فارسی و ترکی آشنا نبوده. سنی و دوله، سنی و الملک پوزش میخوام، میشود چشم و گوش او برای گفتگو با سفیران کشورهای خارجی به ویژه روس و انگلیس، و این نمایندگان روسیه و انگلیس، بریتانیا، هنگامی که به دربار میامدند با شاه دیدار میکردند و یا با دیگران دیدار میکردن، در بیشتر زمانها این مترجم باشی یا این دیلماج یا هر چی که بخواید بگویید در کنار شاه بوده و در این حال برای شاه و دیگران گزیده ای از روزنامه ها رو هم برگرد، یعنی برمیگردونه به فارسی. و سرانجام ناصرالدین شاه وزارتخانه‌ای درست میکنه به نام وزارت انطباعات یا چاپ و نشر و ایشان رو میکنه وزیر انطباعات. البته خود او خیلی جالب است، عنوان این وزارتخانه رو نوشته وزارتخانه مجعول، یعنی وزارتخانه جعلی، چون هیچ کس در این وزارتخانه جز خود او نبوده، وزارتخانه وجود نداشته، او وزیر انطباعات بوده به تنهایی، او یا یکی دو نفرم دستیار داشته، ولی کارش این بوده که این روزنامه ها رو برگردانه به فارسی و شاه هم خیلی از این شادمان بوده، از اینکه این روزنامه ها به فارسی برگردند و نام آور شدن او به درستی و نادرستی به دلیل این است که
میگویند، حالا این رو اجازه بدید که به حاشیه برم، میگویند که نخستین کسی است در ایران که موضوع سانسور رو به ناصرالدین شاه معرفی کرده. خب واژه سانسور میدونید که واژه فرانسوی است و اصلا با این واژه او آشنا شده، چون در فرانسه هم یک به هر حال اداره هایی وجود داشته که اینها کار روزنامه ها و کتاب ها رو رسیدگی میکردن که مبادا از اون مسیری که بر روی دولت یا دین اجازه انتشار میده خارج بشن. این رسمی بوده که در اروپا نهاده شده بود. در ایران چون صنعت چاپ خیلی دیر به ایران رسیده بود و نخستین روزنامه هم وقایع اتفاقیه، کاغذ اخبار و سپس وقایع اتفاقیه، اینها روزنامه هایی بودند که با پروانه دولت منتشر می شدند، چیزی به نام سانسور وجود نداشت. ولی از میانه دوره ناصرالدین شاه، از میانه دوم دوره ناصرالدین شاه، چون ناصرالدین شاه 50 سال پادشاهی کرده و اعتماد السلطنه در این نیمه دوم در کنار ناصرالدین شاه هست، در نیمه نخست نیست و در این نیمه دوم در کنار ناصرالدین شاه هست، این دوره است که ناصرالدین شاه یک رشته کارهای اصلاحی رو میپذیره، یعنی به سپه سالار اجازه رشته کارها میده و چیزهایی که باش در تاریخ ها آشنا هستیم. چون چاپ کتاب در ایران آغاز میشه و روزنامه ها شروع میکنن پدیدار شدن، البته خیلی محدود، او کسی است که به ناصرالدین شاه پیشنهاد میکنه که باید یک نوع ممیزی بر این کارها گذاشت و خود او هم قربانی همین کار میشود، یعنی شاه از انتشار یکی از کتابهای او جلوگیری میکنه. اما این تصور که گویا یک نفر میتوانسته در اون دورانی که شمار زیادی کتاب هم به چاپ نمیرسیده و روزنامه هایی هم در میان نبوده اداره سانسور درست کرده باشد، گزافه گویی است و یعنی در واقع حق او رو به جای نیاوردن که در شمار روشنفکران اون زمان در واقع بوده و اگرچه بسیار محافظه کار، ولی به هر روی کارهایی که انجام داده کارهایی است که روی هم رفته. در این ترازوی داوری باید گفت چرخش به سوی جنبه مثبت در کارهای اوست. آقای امینی، زنده یاد ایرج افشار که معروفترین اثر اعتماد السلطنه یعنی روزنامه خاطرات او رو تصحیح کرده و به چاپ رسانده، در پیشگفتار این اثر، این اثر 110 صفحه‌ای، 1100 صفحه، 1100 صفحه‌ای، بله بله، شما امروز که با هم صحبت می‌کردیم من فکر کنم خدمتتون گفتم، نشون دادم کتاب رو، یه نقطه‌شو در اشتباه از من بود، وقتی گفتم انداختم 1100 صفحه از این کتاب. بله، حالا من یک کتاب دارم ازش 110 صفحه است. این کدومه؟ اینه، به کوشش دکتر سیف الله وحید نیاز. کدوم کتاب؟ همون روزنامه اعتماد السلطنه؟ بله، روزنامه خاطراته. بله بله، آره، ولی اون روزنامه خاطراتی که بعدها منتشر شد اون رو، بله، این که میفرمایید درسته، ولی کار اصلی رو که افشار انجام داد بیش از 1000 صفحه است. بله، برای کار بسیار بسیار ارزنده ای هم. من به یاد میارم که روز مجله خواندنی ها هر هفته بخشی از اون کتاب رو منتشر میکرد و من این نوشته ایشون رو اونجا خوندم. بله، این اون چی که اشاره میکنید به خواندنی ها، این مورد هست، یعنی آن کاری که افشار انجام داد و سرانجام توانست همه این روزنامه خاطرات رو گردآوری کنه، چون بر روی این روزنامه خاطرات پراکنده بود و خب 22 سال این، ببخشید 15 سال اینها رو نوشته بود و این فکر کنم وحید نیاز که فرمودید این مجموعه رو در آورد، تنها بخش کوچکی از این مجموعه رو در آورد. زنده یاد افشار این کار رو فکر میکنم نزدیک به 15 سال پیش از درگذشتش در دوران تازه به انجام رسوند و توانست مجموعه این یادداشت های اعتماد است. من شما رو بریدم، ولی از این جهت اهمیت داره که یک رشته یادداشت های نادرست هم که منتسب به اعتماد السلطنه بوده اینجا اونجا به چاپ رسیده بود که از نقطه نظر زبان نوشتاری به کار اعتماد السلطنه نمیخورد، مانند پاره از نامه هایی که به امیرکبیر منتسب میکنن و درست نیست، کار امیرکبیر نیست. میبخشید، میفرمایید قربان. خواهش میکنم. بله، داشتم عرض میکردم که ایرج افشار در پیشگفتار خاطرات اعتماد السلطنه
می نویسد که این یادداشت‌ها اگرچه خالی از خطا و حب و بغض‌های شخصی نویسنده نیست، اما با توجه به وظیفه مترجمی بخش عمده‌ای از سخنان نمایندگان سیاسی روسیه و بریتانیا در دیدارشان با شاه یا با صدر اعظم، این کتاب منبع دست اولی از رویدادهای پشت پرده از روابط سیاسی و استعماری ایران با دیگر کشورها به دست می‌دهد. شما آقای امینی بفهمید که اعتماد السلطنه چگونه به چنین شغلی دست یافت و در این جایگاه چه رشته کارهایی در اختیارش بوده؟ اعتماد السلطنه پس از بازگشت به ایران از فرانسه در فکر کنم حدود 25 سالش بوده، در اون هنگام فرنام یا لقب سنی الملک رو دریافت میکنه و مترجم ویژه شاه میشود و چندین لقب دیگر یا فرنام دیگر هم به اون میدن. چون پدر همسرش وزیر عدلیه شده بود، او میشود معاون وزیر عدلیه. هیچ آشنایی هم نه با عدالت داشته نه با حقوق داشته، ولی اون زمان پدر همسر ایشون هم هیچ آشنایی با عدلیه و دستگاه حقوقی نداشته، ولی بر روی در اون هنگام وزیر عدلیه شده بود. حتی به عنوان وزیر معاون وزیر عدلیه لقب فرنام میگیره. مقدم السفرا بوده، یعنی او در واقع در روابط با سفیران دیگر به او حتی لقب مقدم السفرا دادن و سرانجام در حدود 15 سال پایانی زندگی مسئول اداره نامه دانشوران و اداره انتباعات میشه و پس از مرگ اعتماد السلطنه که وزیر انتباعات بوده، او رئیس، او هم لقب اعتماد السلطنه، او وزیر انتباعات و رئیس دارالترجمه هم میشود. یعنی به این جایگاه ها میرسه و اهمیت کار او در این است که از بامداد تا شام در کنار شاه بوده. اجازه بدید یک نموره ای رو از این برای شما بگم که تا چه اندازه در کنار پادشاه بوده، رابطهش رو نشون میدهد، رابطه او رو با پادشاه. شبیه علم بوده؟ از علم نزدیکتر بوده، چون علم بر روی هر روز هر دقیقه در دربار نیست. این آدم اصلا در دربار تقریبا زندگی میکرده. میگوید که در مورد کسی میگوید، یکی از بزرگان دربار میگوید که خدمتشان رسیدم در کتابخانه بزرگ عالی که داشتند، این درست در روز 13 حمل 1313 است، 1313 قمری، یعنی سال ترور ناصرالدین شاه. این خیلی جالب، این قسمت ببینید تا چه اندازه در کنار ناصرالدین شاه بوده. میگه هیچ، میگه ایشون، یعنی این یکی از این بزرگان دربار به ایشون گفته که نوری تازه کشف شده، یعنی همون اشعه ایکس رو که کشف کرده بودن در اروپا، که با وجود آن دیگر هیچ جسمی حاجب ماوراء نیست. این عین نوشته خود اعتماد السلطنه است. روزنامه فرانسه مقاله مفصلی در این باب نگاشته، عکس خرگوشی و عکس کیفی را با این نور انداختن و منتشر کرده، به طوری که ساچمه در استخوان پای خرگوش نمایان است و سکه ها در کیف هم به خوبی دیده می شود. اعلی حضرت همایونی ترجمه آن مقاله را تا فردا خواستند، چون امروز خیال رفتن حضرت عبدالعظیم را دارم، با شاه دارن میرن، شما این مقاله را ترجمه کنید تا غروب بیاورید، پس از ملاحظه خدمت شاه بدم. میگه روزنامه را از روی میز برداشته، با این تا این اندازه این درگیر کار روزانه دربار هست، روزنامه را از روی میز برداشته و به من لطف کردن و ضمناً گفتن که من خیلی از مردن ترس داشتم، لیکن با این اکتشاف یا این انکشاف عمر انسان زیاد شد، بعد از این هر قسم مرض داخلی را با این عکس تمیز میدهند.
و همان نقطه معیوب را عمل و معالجه می کنند. اقلا 60 سال بر عمر من افزوده شد. این را بگفت و واتنه فربه و بنیه قوی از جای برخاست. بنده هم به اقتضای جوانی، البته جوان هم نبوده، 50 سالش بوده، ولی از اون کسی که باش صحبت میکرده خیلی جوانتر بوده، بنده هم به اقتضای جوانی چنان که افتاد دانی و مناسبت 13 عید با جمعی دوستان موافق به گردش بوستان رفتم و واجبات اعمال 13 نگذاشت که آن مستحب را انجام کنم، یعنی اون نوشته را ترجمه کنم. نزدیک غروب آفتاب با کمال شتاب به منزل آمدم. هنوز سطری چند ننوشته بودم که فرستاده صبح مرا ندا کرد. قد داشتم که به مکتب ترجمه آمده. بله. تا ساعت دیگر. بله. به آقا، یعنی اون کسی که این مقاله رو بهش داده، به آقا عرض کنی تا ساعت دیگر ترجمه را می آورم. با لحنی ترکی، این آدمی که آمده بود به گزارش بده، با لحنی ترکی و مخلوط به فارسی جواب داد: ترجمه مرجمه به کار نمی خورد، آقا مرد. این آقایی که این آقایی که بنا بوده که عمر 60 سال اضافه بشه در اون روز مرده. چند ماه پس از اون هم ناصرالدین شاه ترور می شود. این خلاصه میگه با عجله به منزلش رفتم، ایشان را در اتاق اندرون افتاده دیدم و حکیم باشی تولوزون رفیق شفیقش را با تمام خانواده مشغول گریه و زاری. عمر کوته بین و امید دراز. خب این جالبه، برای که این نشون میده این آدم اومده مقاله رو به این داده و گفته که آقا کشف کردن اشعه‌ایکس 60 سال بر عمر من زیاد شده و همان شب درگذشته، سکته کرده و مرده به هر عامل دیگری. از این لحاظ این کتاب بسیار بسیار خواندنی است. البته این کتاب جنبه های دروغ هم مانند بسیاری از یادداشت های بزرگان اون زمان درش هست. به سود خودش چیزهایی رو گزارش داده، از کسانی که بدش می آمده بسیار بدگویی کرده. خب با سپهسالار خیلی بد بوده، با امین سلطان بد بوده، گاه درباره اونها چیزهایی می نویسه که شاید درست نباشه. آدمی بوده روی هم رفته. در تمام این دوران از لابلای نوشتارهای او پیداست که ناراضی است از پولی که دریافت می کنه. به اندازه دیگران توانا نشده بوده، یعنی توانگر نشده بوده و خب فکر میکرد از دیگران سوادش بالاتره و بوده و خیلی شکایت میکرده که چرا من با این دانش باید از آدمهایی که هیچ دانشی ندارند دارایی کمتری داشته باشم. و روی هم رفته کتاب بسیار بسیار ارزشمندی است. آقای امینی، درسته که این شخصیت از شمار سیاستمداران متمایل به روسیه در دربار ایران بوده؟ ببینید، در اون هنگام بزرگان سیاست ایران راهی جزی نداشتند که با یکی از این دو سیاست نزدیکی بیشتر پیدا بکنن. بدون پشتیبانی اونها به جایی نمی رسیدن و شاید هم امیرکبیر به دلیل اینکه نمیخواست کاملا به سوی یکی از این دو نیروی سیاسی که راهش پیدا بکنه جان خودش رو از دست داد. اگرچه امروز اسنادی که در دست داریم نشان میدهد که او گرایش بیشتری به سوی سیاست بریتانیا داشته. اعتماد السلطنه خیلی ضد انگلیسی بوده و روسیه رو به عنوان یک دولتی میشناسه که باور داشته که با پشتیبانی روسیه میتوان از نفوذ بریتانیا کاست و به همین دلیل هم در نوشته‌های او کاملا روشن است که سخت شیفته استقلال ایران و سربلندی ایران هست، ولی باور بر این داشته که باید با روس‌ها بیشتر نزدیک شد و با انگلیسی‌ها خیلی بد بوده. و حتی چند کتاب، البته حالا به موضوع خواهیم رسید که آیا این کتاب‌ها کتاب‌های اوست یا نه، در مورد رذایل مردم انگلیس مطلب می‌نویسه و در لابلای نوشتارهای او هم می‌بینید که سخت ضد انگلیسی است و
گرایش به سوی روس‌ها داره. حالا اینکه آیا مواجبی از روسیه میگرفته، سندی در این باره ما در دست نداریم، ولی از نقطه نظر سیاسی در شمار سیاستمدارانی است که میتوان گفت متمایل به سیاست روسیه در ایران هست. آقای امینی، از اعتماد و سلطنه آثار زیادی، شاید نزدیک به 40 تا به جا مونده، اما برخی او را متهم کردند که بسیاری از این آثار نوشته او نیست. این داوری درسته تا چه اندازه درسته یا نادرسته؟ دو نفر در این زمینه تقریبا میتوان گفت این رو مستند کردن. یکی ادوارد براون هست و پیش از او قزوینی، علامه محمد قزوینی. اینها این کارها رو که بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که او چون رئیس به اصطلاح انتباهات بوده، کارهایی رو که دیگران انجام میدادند به نام خود منتشر میکرده، و البته در زمانهایی هم کسانی که این کارها رو انجام میدادند شاید میپذیرفتند که برای اینکه این کتاب یا کار منتشر بشود بهتر است که به نام اعتماد السلطنه باشه، ولی هیچگاه شاید در پایان زندگی، در برگ‌های پایانی روزنامه خاطرات اشاره کرده که بسیاری از این کارها کار من نیست و دیگران انجام دادن. مثلا کتاب المعاصر و الآثار که تاریخ 40 ساله دوران ناصرالدین شاه است، نوشته شمس العلماء است، ولی او به نام خودش منتشر کرده. قزوینی میگوید از میان مجموعه کارهایی که منتشر شده، چون راجع به تاریخ ساسانیان نوشته، تاریخ اشکانیان نوشته و خیلی چیز، دو کتاب بدون تردید کار اوست. یکی کتاب خلصه است و دیگری روزنامه خاطرات. دیگر کارهایی که منتشر کرده نزدیک به 40، 38 تا 40 کتاب، بسیاری از اینها کار دیگران هست و از نوع نوشتار و پژوهش هم معلوم هست که کار او نیست. برخی ترجمه است و برخی هم به راستی کار پژوهشی و کار نوشتاری دیگران هست. یک موضوعی که در اینجا باید اشاره کنم، چون اشاره کردم از شمار روشنفکران زمان خودش بوده، آدمی است که ابتکارهای زیادی هم از او به جای مانده، یا ابتکارهای دست زده یا کوشش کرده که کارهای ابتکاری تازه‌ای بکنه. میدانید که یکی از بحران‌های بزرگ دوران ناصرالدین شاه موضوع قرارداد تنباکو بود، که این قرارداد تنباکو یک مشکلات بزرگی اون ایجاد کرد. اعتماد السلطنه با کمک چند نفر دیگر از آدم‌هایی که در این زمینه کارهایی کرده بودند آمد و یه طرحی رو در واقع پیش ناصرالدین شاه برد. من و شما در درازای زندگی، شما بیشتر از من به هر حال عقلن و سنن از من بزرگتر هستید، از هنگامی که به یاد داریم در ایران انحصار دخانیات بوده، یعنی دخانیات در ایران در انحصار دولت بوده. توتون و تنباکو و سیگار و همه این چیزها به عنوان انحصار دخانیات شناخته می شده. این فکر رو نخستین بار همین اعتماد السلطنه همراه با کسانی مانند شیخ مهدی شمس العلماء قزوینی اینها تهیه کردند و یک دفتری هم نوشتند بر پایه آنچه که در عثمانی تهیه شده بود، و این رو به نام کلید استطاعات همراه با یک پیش درآمدی، یه تزی بود در مورد انحصار دخانیات، تاریخچه‌ای هم بر پیشگفتار رو افسوده بودند در مورد تاریخ پیدایش توتون و تنباکو، این رو به ناصرالدین شاه دادن. هدفشون هم این بود که درآمد دولت رو افزایش بدن، یعنی دولت با گرفتن انحصار دخانیات و توتون و تنباکو درآمد تازه‌ای پیدا بکنه. شاهی رو نپذیرفت، ولی میدونید که بعدها این اجرا شد، یعنی انحصار توتون و تنباکو در ایران عملی شد و تا اونجایی که من به یاد دارم، نمیدونم امروز چگونه است، ولی تا زمانی که من میدانم انحصار دخانیات در دست دولت بود. میبخشید، بفرمایید. خواهش میکنم. میگن آقای امینی چندین روزنامه هم سرپرستیش با همین آقای اعتماد السلطنه بوده، این درسته؟ بله بله. ببینید، نخست این که سرپرستی روزنامه وقایع اتفاقیه در دست گرفت،
و سپس در اون هنگام در دستگاه دولتی سه تا روزنامه به چاپ می رسید، روزنامه دولتی، ملی و علمی. سرپرستی هر سه روزنامه رو به او سپردن و این سه روزنامه رو بست و یه روزنامه به نام ایران که در هفته دو شماره یا سه شماره بیرون میداد رو منتشر کرد. در این زمینه در کتاب تاریخ جرایت و مجلات ایران محمد صدر هاشمی که یکی از معتبرترین اسناد مربوط به تاریخ روزنامه نگاری در ایران هست، آگاهی های بسیار بسیار جالبی در اختیار ما قرار داده، از جمله روزنامه ایران رو گراور کرده صفحه نخست روزنامه ایران رو. روزنامه جالبی بوده این روزنامه ایران، آگاهی های خیلی جالبی به مردم میداده و چندین روزنامه دیگر هم سرپرستی اونها رو او در دست داشته و دیگران البته کار میکردن، ولی چون وزیر انتباهات بوده همه این روزنامه زیر سرپرستی او منتشر میشدن. آدم بسیار پرکاری بوده در این زمینه. آقای امینی، از رابطه آشکار و نهان او با سید جمال اسدآبادی اطلاعاتی وجود داره؟ بله بله کاملا، شاید هم به همین دلیل دشمنی سرسختانه که با انگلیسی ها داشته شیفته سید جمال میشه. البته کشنده ناصرالدین شاه میگوید که میرزا رضا کرمانی میگوید که این دروغ است و او آدم دروغگویی است و نزدیکیش با سید جمال تنها برای خوشنام کردن خودش بوده، ولی درست نیست. راستی این استش که سید جمال وقتی به ایران میاد حتی مهمان او بوده و او در واقع پیشنهاد به شاه میکنه که سید جمال رو به ایران دعوت کنن و حتی هنگامی که همراه ناصرالدین شاه، چون میدونید که همراه ناصرالدین شاه در هر سه سفر اروپا او همراه بوده، در یکی از سفرهایی که به اروپا میرن در سن پیترزبورگ روسیه با سید جمال دیدار میکنه جداگانه از ناصرالدین شاه و نامنگاری با سید جمال داشته و از کسانی بوده که فکر سید جمال رو میپسندیده. حالا تا چه اندازه واقعا نزدیک بوده باشد معلوم نیست، ولی به هر روی با آدمی مانند سید جمال بیشتر نزدیک بوده تا کسانی مانند میرزا ملکم خان یا سپهسالار. با سپهسالار سر ستیز داشته. البته یکی از دلایل ستیزش با سپهسالار در این است که سپهسالار زمینی که مال او بوده رو گرفته و مسجد و مدرسه سپهسالار رو پس از گرفتن این زمین ساخته، بنابراین یک نوع دشمنی شخصی هم با سپهسالار داشته. افزون بر این که سپهسالار رو متمایل به انگلیسی ها میدانسته، دشمنی شخصی هم با سپهسالار داشته، ولی با سید جمال الدین روابطی داشته. کاملا درسته آقای امینی. بله. ممکنه فرازهایی از لابلای این دفتر خاطرات برای همیهنان ما بازخوانی کنید؟ چشم، اجازه بدید که نخست بذارید از این رویداد بسیار دردناک آغاز کنم. میگوید از حوادث دیگر طفلی برای استجابت دعا به بقعه امامزاده جعفر در ورامین پناه میبرد. متولی امامزاده که مرد لاتی بوده، لات اینجا به معنای میدانید که به چه معناست، به آن طفل میگوید که وضع التجا و ارتجا آن نیست، میباید دست و پای خود را محکم به تناب ببندی و تناب را هم به گردن استوار کنی و سر تناب را به ذریع. طفل بیچاره فریب خورده، متولی دست و پای او را محکم میبندد و گردنش را هم به ذریع بسته، آن وقت میبخشید تنبانش را هم در میآورد و به او میسپوزد. طفل در تقلا که خود را از دست آخوند رها کند، تنابی که به گردنش بسته بود او را خفه میکند. آخوند بعد از اتمام عمل میبیند هم لواطی کرده و هم قتل نفسی. متولیان دیگر از اطراف خبر شده آخوند را میگیرند و حالا در حبس است. خب این گزارش میده. این قسمت دوم. وقت داریم آقای؟ بله. چقدری وقت داریم؟ فکر میکنم 10 دقیقه وقت. بله. ملیجک که میدونید که
خیلی نظر کرده ناصرالدین شاه بود و درباره روابط او با ناصرالدین شاه داستانهای زیادی گفتن. مرتب تو خاطرات ازش یاد میکنه. بله بله، میگه ملیجک اول ادعا کرده بود شخصی است دعایی دارد گلوله بند، هر کس آن دعا را با خود دارد گلوله به او کارگر نیست. شاه تفصیل را به من و مچولخان فرمودند، از ما انکار صرف شد. ملیجک اصرار کرد، بالاخره قرار شد. ببینید مملکت داری در چه حدی بوده جناب مهری. بالاخره قرار شد آن دعا را به گردن مرغی ببندند و هدف تیر نمایند که تجربه حاصل شود که ببیند این دعا گلوله بنده یا نه. شخص دعا نویس را که محمد شفیع میرزا ولد اسماعیل میرزا فرزند فتلی شاه بود، مرد مهمم و درویش مسلک ریش سفیدی است، بالای کوه آوردن، همون که دعا را نوشته بود، دعای گلوله بند. وضو گرفت، آیات چندی از قرآن تلاوت کرد، کهنه بسته‌ای به گردن مرغ بیچاره بستن. ملیجک این طرف و آن طرف میدوید و اشتلم میکرد که این شخص را مخصوصا من پیدا کردم، سالها زحمتش را کشیدم که دعایی به جهت ذات ملکوتی صفات همایونی بنویسد که شاه در واقع در امان باشه، چرا که مسئله اختراع دینی به کجا وصل میده، چرا که مسئله اختراع دینامیت و قطع امپراتوری آدا کسی با این اسباب خدای نکرده قصد پادشاه کنه. خلاصه مرغ را بسته و دعا را به گردنش آویخته به هر که تکلیف کردن. خب این جدا از این که این ملیجک و این دعانویس اینقدر ابله هستند، حالا بقیه رو نگاه کنیم. به هر که تکلیف کردن که تفنگ بیندازد نینداخت. اونا میترسیدن که آقا این دعاست، دعای برحال آدمی نوشته این دعا رو و نباید این کار بکنن. آخر مچورخان تفنگ را گرفت و در 30 قدمی خالی کرد. تفنگ خالی شدن همان و مردن مرغ همان. شاهزاده دعانویس خفیف شد، ملیجک سرخ شد. این نمونه های از سبک نگارش او هم هست که داره توضیح میده که چه روزگاری بوده در اون دوران. یه بخشی رو خدمت رو خوندم، بازم از جای دیگه. 10 دقیقه وقت داریم. 10 دقیقه. بله؟ 10 دقیقه برای خواندن برخی قسمت ها. خب من اجازه بدید که چند تایی رو میخونم، بعد برگردم به ارزیابی از خود این شخصیت. میگوید که حادثه عجیبی در خراسان رو داده است. زلزله سختی در بجنور و مشهد شده است. در مشهد چندان خرابی نرسانده، اما 2 ثلث بجنور خراب و متجاوز از 15,000 نفر تلف شدند و بلافاصله برف شدیدی قریب نیم زر باریده بوده است. از این قبیل حوادث، ببینید اینجا اون وقت این جنبه احساس اینکه چرا ما اینقدر واپس مانده ایم در کارهای او کاملا به چشم میخوره. از این قبیل حوادث وقتی که در فرنگ روی میدهد، از جانب دولت و سایر مردم از هر قبیل اعانت به سکنه بیچاره یا ناحیه که طرف صدمه شدهاند میرسد. فقط آنجا حکم شده که معید، یعنی میگه برخلاف البته اروپا، در اینجا وضع طور دیگه است. فقط آنجا حکم شده که معید دوله سفری به قوچان بکنند. همین. حتی روزها هم داوطلب شده بودند که از خودشان یک وجه اعانه به قوچان بفرستند. ظاهران قبول نشده است. یعنی شاه حتی کمک روزها رو هم نپذیرفته. باز در همین زمینه بعد از اینکه معید دوله رفته به خراسان، از اتفاقات دیگر تشریف بردن فرمان فرمای خراسان معید الدوله است به قوچان بعد از آن حادثه، یعنی حادثه‌ای که اشاره کردم، این زلزله که در قوچان روی داده بود و زلزله و خرابی خانه میبایستی از طرف دولت حاکم خراسان آنجا رو از مردم دلجویی کرده، از طرف دولت
حاکم خراسان آنجا رود، از طرف از مردم دلجویی کرده و اسباب آسایش آنها را فراهم آورد. فرمان فرمای خراسان، همین مؤید دوله، از قراری که شنیدم ملقب به سردار کل شده است، به قوچان رفت. به جای اینکه طبیبی، جراحی، اسب و اساسیه‌ای، لباسی یا چراغی، غذایی برای باقی ماندگان اهالی قوچان ببرد، در بیرون شهر سراپرده زده و سایر خانه هایی که سرپا مانده و خراب نشده بودند، هر خانه 5 تومان به اسم جریمه و مصادره و مخارج ورود فرمان فرما مطالبه نموده، 30-40 هزار تومان مرخوز داشته مراجعت کرد. اما روزها جمعی از طبیب و جراح، حتی عمله گورکن تا خاک بردار، محض قرب جوار و رعایت حقوق انسانیت به قوچان فرستادند. از شرف شاهزاده فرمان فرما هر قد تعدی می شود، از طرف روزها مهربانی می شود. ببینید، این ستایش از روزها هم در اینجا نهفته است، اما در این حال دردناکه. یعنی این آنچه که او در اینجا عنوان می کنه راستی است و این روزنامه خاطرات از این جهات بسیار بسیار ارزشمند است. در این که اعتماد السلطنه شاید از نقطه نظر شخصیتی دارای کاستی هایی بوده که حتما بوده و آدمی بوده که به هر روی در پناه شاه خودش رو حفظ می کرده، چون در اون دوران ناشدنی بوده کسی بتواند نزدیک 25 سال در دربار سالم بمانه. بیشتر بزرگان بعد از 3-4-5 سال مورد غضب قرار می گرفتن، تبعید می شدن، زندانی می شدن، دوباره برمی گشتن، ولی او توانسته در لابلای این توطئه های درباری به دلیل نیازی که شاه او داشته و این نیاز رو همواره به شاه گوشزد می کرده، خودش رو حفظ کنه و روی هم رفته، باید گفت، با کارهایی که انجام داده، برگرداندن پاره ای از نوشته های خارجی، آگاه کردن ناصرالدین شاه از راه روزنامه هایی که او ترجمه می کرده به تحولات و دگرگونی های برجسته اروپا، همراهی با ناصرالدین شاه در این سفرها که خب بروی تنها آدمی بوده که می توانسته و شاه به او اعتماد داشته که ترجمه بکنه، برگردانه سخنان میزبانان رو در این سفرهایی که شاه می کرده، می توان گفت روی هم رفته تأثیر مثبتی بر رفتار شاه داشته و شاه رو تا حدودی بیدار کرده. و روی هم رفته همین کاری که در این وزارت انتباعات، همین وزارت مجهول انتباعات می کرده، باید گفت در کفه ترازو، در بررسی جایگاهی که او داشته، دارای ارزش مثبتی بوده. و این آنچه که او با آن نام‌آور شده که پایه‌گذار سانسور در ایران است، اندکی گزافه‌گویی در آن به چشم می‌خوره. جای گفتگو نیست که به عنوان کسی که سرپرستی همه کارهای مربوط به چاپ کتاب و روزنامه رو از سوی دربار، از سوی ناصرالدین شاه در دست داشته، طبیعی است یک نوع سانسور رو هم اعمال می‌کرده. ولی روی هم رفته باید گفت مجموعه کارهایی که از او به جای مانده یا دیگران نوشتند و او به نام خود منتشر کرده، از او یک شخصیت روشنفکر مثبتی می‌سازد، هرچند که بسیار محافظه‌کار بوده. ولی فراموش نکنیم که در همین دوران اونهایی که محافظه‌کار نبودند و در سودای اصلاحات خیلی بیشتری بودند، مانند امیرکبیر، مانند سپهسالار، مانند میرزا ملکم‌خان و دیگران، دوام نمی‌آوردند و قاعده این بازی رو، با اینکه امین السلطان و ظل السلطان خیلی با او بد بودند، قاعده این بازی رو دریافته بوده و خیلی نزدیک بوده با شاه. با اینکه هنگامی که روزنامه خاطرات رو میخونید، میبینید که هنگامی که شب به منزل میآید، دردهای خودش رو روی کاغذ میذاره. به داوری من در میان رجال برجسته ایران 150 سال گذشته، دو یادمانده یا روزنامه روزانه
به جای مانده که هر دو به راستی باید گفت کم نظیر هستند. یکی همین روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه است، دیگر یادداشت‌های علم. شما نظرتون به درباره یادداشت‌های علم چیه؟ دو دقیقه وقت داریم. به نظر من آقای عالی خانی با تصحیح و انتشار این هفت جلد خدمت بزرگی به جامعه ایران و شناسایی دوران محمد رضا شاه انجام دادن. اگرچه برخی از خب هواداران بسیار پروپاگورس نظام گذشته این کار رو جعلی میدانن و میگوین درست نیست، ولی شواهد زیادی در دست هست که اینها کار خود علم بوده و عالی خانی آدمی نیست که بخواهد جعل در این کارها بکنه. اون پیش درآمدی هم که برای این کتاب نوشته عالی خانی بسیار بسیار خواندنی است. به نظر من یادداشت‌های علم کار بسیار بسیار ارزشداری است که میدانید که من چند سالی است که در حال نوشتن کاری به نام شاه علم هستم که محمد رضا شاه رو از لابلای یادداشت‌های علم و همچنین مقایسه با آنچه که در اون دوران می‌گذشته، چون یادداشت‌های علم خالی از رویدادهای تاریخی اون زمان هست، در واقع کتابی است که در دست، امیدوارم که در همین سال امسال منتشر بشه. خیلی سلسله صحبت چه می‌کنی؟ خب خیلی کار داره، برای اینکه بله ببینید فقط یادداشت‌ها نیست، باید این یادداشت‌ها رو هر برگی رو هر بخشی مقایسه کرد، رویدادهای اون زمان مقایسه کرد و یادداشت‌های دیگران رو یا از روزنامه اطلاعات و کیهان و دیگر چیزها هم چیزهایی به اون افسود تا این یادداشت‌ها تصویر بهتری از این دورانی که علم یار شبان روزی محمد رضا شاه بوده بده. یک دقیقه وقت داریم با اجازتون. هفته آینده یک شخصیت دیگر. حتما. سپاسگزارم شما. خیلی ممنونم از شما آقای امینی عزیز. موفق باشید و تشکر میکنم از همیهنانی که به این برنامه توجه کردند و با تشکر از آقای امیر که کارگردانی برنامه رو به عهده داشتند. شب و روزتون خوش. Thank you.